برم یه کتاب فارسی بنویسم. زندگی توی کانادا. There's nothing you can't do. انا هیچی نمیگم. خوش اومدین به این قسمت جدیده. چرا اینجوری دارم میگم؟ انگار برنامه زنده است. شما سوالاتتون رو تو اینستاگرام ازم پرسیدین، من قراره که جواب بدم. سال اول. واو، سال دیپ. تاثیرات تراپی چجوری بود سارا؟ من الان چند وقتی دارم میرم تراپی. آن و آف همیشه یه چند سالیه که دارم تراپی میرم، ولی هی قطع میکردم به خاطر اینکه بعضی موقعا دیپ میشه حرفای تراپی، یو نو از ایت گوز. بعد از یه چند وقت حرفات جدی و جدی‌تر میشه و بعد خیلی باز صحبت کنی راجع به مشکلاتت. بعد منم همیشه میرفتم، واسه همین تقریبا 7 ماهی میشه که تراپی میرم. واقعا زندگی مو عوض کرده. بهترین حالت خودمم و اینکه یک دیدگاه متفاوت به زندگیت بگیری، از اینکه یه کارش اینه و پروفشناله و ادوایس های خوبی بهت میتونه بده، بهت میتونه یه نصیحت های کنه که نه نصیحت ها، به خاطر اینکه تراپی که میری تهش به تو نمیگه که چی کار کن چی کار نکن، تهش انتخاب خودته، ولی بهت یه دیدگاه متفاوت میده که اینجوری که راست میگه. بعضی موقع اینجوری که به این فکر نکرد بودم. من واقعا خوشحالم و احساس میکنم همه آدمای توی دنیا باید برن تراپی. این فقط واسه کسایی نیست که مشکل کلا داشته باشی، فقط نباید بری تراپی. کلا تراپی رفتن بهت کمک میکنه که خودتو بهتر بشناسی و حتما ریکامند میکنم. ولی خب مسلما تراپیست خوب خیلی مهمه. یعنی اگه تراپیستت خوب نباشه شب باش ارتباط برقرار نکنی، و واسه همین اشکال نداره اگه تراپیستت، من فکر کنم تراپیستم 4 بار عوض کردم، 5 بار، اِتس اوکی. یو نو مهم اینه که با اون آدم مچ بشی، و اگه نشودی یک دیگر رو انتخاب کن. زندگی توی کانادا. من بذار بهتون هم خوبیاشو بگم هم بدی. 3 تا خوبی میگم 3 تا بدی. اول از خوبی شروع کنم. هلت‌کر مجانی داری. یعنی چی؟ یعنی تو دکتر میری مجانیه. من دندانپزشکی رفتم مجانی نبود، یعنی پولشو اول خودم حساب کردم، بعدش بهت واریز میکنم پولشو. یعنی بازم تکنیکلی مجانیه. 2، آدما واقعا مهربونن. یعنی استریوتایپی که میگن کانادایی‌ها خیلی مهربونن واقعیه. واقعا آدمای خیلی خوبی هستن. مسلما آدمای بد و خوب همه جای دنیا هستن، اوکی؟ کلی بگیریم خیلی از آدما آدمای خیلی خوبی هستن و خیلی مهربونن و خیلی بازن و اینجا خیلی دایورسه. یعنی چی؟ یعنی از کشورهای متفاوت اومدن. بذار مثال بزنم. من وقتی انگلیس درس میخوندم تو کلاس من فقط 2 نفر بودن که سفید پوست نبودن و انگلیسی نبودن. چی بهش میگن کلمه؟ غربت. حال کردی زبانم خوب شده که احساس میکنی که با بقیه متفاوتی، و اینو خیلی بهت به وضوح میگن آقا کلمه ها رو برم یه کتاب فارسی بنویسم. 3، هزینه های اینجا دارم به نسبت چی میگیرم؟ به نسبت آمریکا و انگلیس. چون من راجع به آمریکا اطلاعات دارم و انگلیس، بقیه کشورهای اروپایی رو اطلاعات ندارم. سو مقایسه میکنم با اونا، هزینه ها اینجا پایین تره. بازم بستگی داره کجا زندگی میکنی، چقدر لایف استایل چجوری از این داستانا، ولی به کل میگیرم واسه من به شخصه اینجا خیلی راحت تر زندگی کردن. 3 تا از بدیاش، همونجوری که دارم میگم هزینه ها بهتره، الان مشکل مسکن اینجا وجود اومده و مشکل خونه داشتن، خونه پیدا کردن، چون هزینه ها به شدت ترکیده. مخصوصا امسال خیلی این اطلاعاتم زیاد شد راجع به این، بخاطر اینکه خودم داشتم دنبال خونه میگشتم. واسه همین باعث شده بی خانمان خیلی زیاد باشه. این یه چیزی که راجع بهش حرف نمیزنن زیاد و یه شوکی بود که مثلا به من وارد شد و خیلی ناراحت کننده است. 3 بعدیش هوا. اگه به کانادا و بدون اینجا زمستوناش افتضاح، اصلا اون چیزی که فکر میکنی نیست. زمستون ما اصلا ایران نداریم، با مقایسه کنیم با اینجا ما اصلا زمستون نداریم. به نظر من به شخصه میتونم اینو بهت بگم، مشکلش هواش نیستا، مشکلش طولانی مدت بودنشه. ببین ماه اول اوکیه، ماه دوم اوکیه، بعد قشنگ اولش بارون میاد، برف میاد، خوشگل میشه، کریسمس میشه. کریسمس که تموم شد، سال جدید که شد، مثلا جنوری فوریه که میشه هنوز هوا افتضاحه، مارچ میشه هنوز سرده، اینجوری که بسته دیگه، واقعا نمیتونم. من یادم تا می سرد بود، می که دیگه مثلا بهار شده. تو چطوری به استراب اجتماعیت غلبه میکنی؟ احساس میکنم با سن میاد. یعنی که من بچه تر که بودم، دوران نوجوانی مخصوصا، این استرابه واسه استراب اجتماعی مثلا میخوای بری تو جمع و اینا خیلی زیاد بود واسم. فکر میکنم با سن میاد، چون هرچی سنم میره بالاتر کمتر اهمیت میدم. واقعیتش اینه که هیچ کار خاصی نکردم که بهت بگم این کارو کردم اون کارو کردم حالم بهتر شد. چجوری سارایی که خیلی میکاپ میکرد حالا اینقدر راحت و با چهره خودش بیرون میره و جلوی دوربین میاد؟ Good question.
این موقع دبیرستان بود و من یادم مثلا میخواستم برم فرودگاه، من باید مثلا ساعت 5 پرواز بود، مثلا ساعت 5 از خونه بعد میرفتم بیرون، ساعت 3 پا میشدم که آرایش کنم. یعنی واسم خیلی مهم بود، مهم نیست چقدر آرایش میکنی، مهم اینه که انقدر تو پوست خودت ناراحتی که اینجوری که من باید این کارو کنم. اون موقع است که بده و واسه من بد بود. اولش سخته، اولش به زور قطع کردم، یعنی اینجوری بودم که دوست دارم که راحت باشم توی پوست خودم و اعتماد به نفس اینو داشته باشم، ولی الان این واسم راحت تره تا اینکه میکاپ داشته باشم. من حتی وقتی میکاپ هم انجام میدم، خط چشم میکشم، ریمل میزنم و ابروامو درست میکنم. من اصلا دیگه فاندیشن استفاده نمیکنم، حداقل 2 سال میشه که اصلا فاندیشن من تا حالا به صورتم نزدم، ولی فقط به خاطر اینه که عادتمه و راحت ترم و وقتتو میگیره. میدونی آماده شدن، اگه شما آماده میشین good for you، اصلا مشکلی با این نیست. من بر ضد میکاپ نیستم، به نظر من میکاپ خیلی قشنگه، زیاد واسم اهمیتی نداره، یعنی جای بزرگی تو زندگی من نداره و اونم با سن میاد، اونم مثلا ذهنیتم عوض شده راجع به خوشگلی، چون تو میتونی قشنگ ترین پوست و قشنگ ترین میکاپ رو داشته باشی و خوشگل ترین آدم دنیا باشی، ولی اگه درونت زشت باشه این اصلا مهم نیست. من واسه همین رو چیزای دیگه تمرکز میکنم تا این. چرا آفر خونه جدیدت رو کنسل کردی؟ کسی که نمیدونم، من یه آفر گرفتم واسه یه خونه یه خوابه، کشتن ما رو. خیلی بزرگتر از اینجا بود، اوکی، خیلی طبقه بالاتر بود، انقدر صدا نمی اومد. خب کلا جای بهتری بود، ولی باید هزینه خیلی بیشتری میدادم ماه به ماه، چون اجاره دارم میکنم دیگه، خیلی واسم گرون در می اومد. یک هزینش بود، دو از دانشگاهم خیلی دور بود و از همه دوستام دور میشدم، سه این باید اسباب کشی کنی، قشنگ توی تایمی میخورد که مال تایم دانشگاهم شروع شده، خیلی سخت میشد. گفتم عجله ای نیست واسه اینکه زندگیمو بخوام آپگرید کنم به یه چیز بهتر، جایی که من هنوز دانشجوام، میدونی واسه این خیلی وقت دارم و چون که این خونه رو تونستم پس بگیرم، همین تصمیم گرفتم اینجا بمونم، که واقعا با تصمیمم خوشحالم، چون کیوسل داره اسباب کشی کنه. راهکار برای افزایش متابولیسم بدن، با وزنه کار کن. ورزشگرم با وزنه باعث میشه که متابولیسمت بره بالا و عضله سازی میکنی و باعث میشه که حتی وقتی که دیگه ورزش هم نمیکنی، توی 24 ساعت داری چربی سوزی میکنی و این باعث میشه که عضله سازیت، ببخشید، متابولیسمت بره بالا. دلیلی که من 5 روز تو هفته با وزنه کار میکنم همینه. Where is your dream city? New York. Concrete jungle where dreams are made. There's nothing you can't do. من یه روزی میرم نیویورک. یه روزی سارا رو تو نیویورک میبینید. خیلی دوست دارم اونجا یه بار زندگی کنم. واقعا دوست دارم. تورنتو مثل ورژن خیلی بد نیویورکه. یعنی مثلا اگه یه چیزی رو آنلاین اوردر بدی، مثلا نیویورکه، نیویورک رو میخوای، بعد میاد میبینی اون چیزی که میخوای نبوده، یه چیز آشغاله، بعد میشه تورنتو. اینجوری میتونم تورنتو رو توضیح بدم. نه، تورنتو رو دوست دارم، ولی خب نسبت به نیویورک is like can you please tell me your smoothie recipe. همیشه میبینین اسموتی درست میکنم، همیشه با موز یخ زده یا توت فرنگی یخ زده یا رزبری یخ زده، شیر بادوم یه ذره، بقیه‌اش آب سرد و پودر پروتئین. پودر پروتئین منی که استفاده میکنم گیاهیه، بعضی موقع پودر پروتئین وی استفاده میکنم، بعضی موقع پی پروتئین. وی پروتئین مال گاوه، لبنیاته، پی پروتئین مال گیاهه. و بعضی موقع بهش مثلا ماست اضافه میکنم، بعد دارچین اضافه میکنم، بستگی به مود اون موقع هم داره. به همیشه هم دونه‌های چیا هم بهش اضافه میکنم تهش. همخونت الان کیه؟ الان دوتا همخونه ای دارم به اسم لونا و رمی. شاید یه همخونه دیگه اضافه شه، یه گربه دیگه. تجربت از زندگی با بایپولار ویدیو بساز. Some people need community. حتما یه ویدیو راجع به بایپولار میذارم. بایپولار همون دو قطبی. من باهاش درگیرم. نمیتونم بگم درگیرم. نمیخوام اصلا این کلمه رو استفاده کنم. دو قطبی جزوی از قسمتی از منه. Okay. I would gladly be the voice واسه کسایی که بایپولار دارن. من هر روز دارم بهتر یاد میگیرم، بیشتر یاد میگیرم که بعد چجوری باهاش زندگی کنم، چون قسمتیه تا آخر عمرم و هیچ وقت نمیخوام خجالت بکشم از دو قطبی بودنم. واسه همینه که میام واسهتون شیر میکنم اینجا، چون من خجالت نمیکشم و متاسفانه مشکلات ذهنی، روحی و روانی، حالا هر چی، I love you، ولی بعضی موقع کلمات فارسیم به هم نمیخونه. خب اگه اشتباه گفتم منظورمو امیدوارم که درک کنین. نمیخوام اشتباه بگم که کسی ناراحت شه از حرفم. یه ذره بهم وقت بدین. دارم سعی میکنم که بهتر فارسی حرف بزنم و کاملا فارسی حرف بزنم که همه بتونن متوجه شن حرفمو، مخصوصا راجع به
موضوعات جدی‌تر. حتما دوست دارم راجع بهش حرف بزنم. یه چیزیه که کم راجع بهش حرف زده میشه. میخوام بگم که هیچ خجالتی نداره. نذار هیچ کس بهت این حسو بده که از اونا کمتری چون با مشکلات ذهنی درگیری. نذار هیچ وقت بهت بگن که نمیتونی به جایی که میخوای برسی چون که مثلا دو قطبی OCD داری. به کسی که امروز هستم افتخار میکنم و نمیذارم این قسمت از من منو بیاره پایین، بلکه قسمت خیلی قشنگیه چون این سارای امروز با دو قطبی ساخته شده. نمیذارم این هیت کامنت ها که به احساسات من، گریه کردن های من، به اینکه نشون میدم احساساتمو بذاره که بیام پایین، به خاطر اینکه هیچ خجالتی نداره احساساتی شدن، ناراحت بودن، افسردگی. And I'm proud of you. من بهت افتخار میکنم و امیدوارم که بتونیم یک کامیونیتی بسازیم که همه آدما رو قبول کنیم. مهم نیست چه بک‌گراندی دارن، زمینشون چی بوده، تاریخشون چی بوده، خانواده‌شون کیان، چه مشکلاتی دارن، مشکلات ذهنیشون چیه، مشکلات فیزیکلیشون چیه، مهم نیست. مهم قلبمونه. خیلی دیپ شد آخرش. Anyway guys، مرسی که تا اینجا با من بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما من بگین. تا یه سوال جواب دیگه فردا میبینمتون. Bye.